بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی اوقات بحث میشه که چرا دیه یک زن نصف یک مرد هست. اگر مثلا در قتل غیر عمد یک زنی کشته بشه، دیه او نصف دیه مردی هست که کشته میشه. در پاسخ باید عرض کنیم که این دیه رو به چه کسی میدن؟ وقتی زنی کشته میشه دیهش رو به خودش میدن یا به وارثش، مثلا شوهرش، به فرزندانش و پدر و مادرش، به کی میدن؟ طبعا دیه رو که نمیشه به مرده داد، دیه مرده رو به اشخاص زنده میدن. بنابراین در اینجا اصلا مسئله حق اون زن مطرح نیست، مسئله حق ورثه مطرحه. دیه این خانمی که کشته شده رو به کی میدن؟ به خودش که نمیدن، به شوهرش و بچه هاش و پدر و مادرش میدن، یعنی به ورثه او میدن. درباره یک مرد هم وقتی کشته میشه درسته دیه دو برابره، اما این دیه رو به کی میدن؟ به خانمش میدن، به پدر و مادرش میدن و به بچه هاش. بنابراین در مسئله دیه یک نکته این است که درباره دیه کسانی که به قتل میرسند، قتل غیر عمد که باید مبلغ کلانی به خانواده مقتول پرداخت بشه، به خود مقتول پرداخت نمیشه بلکه به خانواده او پرداخت میشه. حالا خانوادهش ممکنه ترکیب اون خانواده بیشترشون زن باشن یا مرد باشن. بنابراین اگر فرض کنید یک زنی کشته میشه و فقط ورثه او فقط یه نفره، به شوهرش، اون یه نفرم شوهرش، خب در اینجا این خانم درسته دیهش نصف دیه یک مرد هست که در قتل غیر عمد کشته شده، اما این نصف رو میدن به شوهرش. در واقع اگر قرار باشه ظلمی شده باشه به این شوهر ظلم شده، چون مبلغ کمتری گرفت. اما در مقابل اگه مردی کشته بشه که فقط تنها وارثش فقط خانمش باشه، اون وقت دیه این مرد رو که میدم به خانمش، خب دیه دو برابره، در واقع به این خانم بیشتر دادن. بنابراین مسائل مربوط به دیه اینطور به این سادگی نمیشه قضاوت کرد که بگیم چون دیه زن نصف مرد هست در واقع به زنها ظلم شده. نکته مهم دیگر درباره دیه این است که اساساً در دیه قرار نیستش ارزش انسانی و ارزش معنوی یک فرد مبنا قرار بگیره، چون امکان پذیر نیست. یعنی وقتی یک زنی کشته میشه یا یک مردی کشته میشه، اون دیه‌ای که برای زن در نظر گرفتن و نصف دیه‌ای که برای مرد در نظر گرفته میشه، این به معنای آن نیست که ارزش انسانی و معنوی یک زن کمتر از مرد، بلکه به معنای این است که مسئولیت‌های مالی و اقتصادی که این زن در زندگی داشته نسبت به مسئولیت‌های مالی و اقتصادی اون مرد کمتر بوده. تکالیف اقتصادی این خانم کمتر بوده نسبت به تکالیف اقتصادی اون آقا. بنابراین وقتی این آقا کشته میشه، برخی از تکالیف بر عهده خانواده او میفته، تکالیف اقتصادی. اما وقتی این خانم کشته میشه مسئله به اون شکل نیست، مسئله کمتره. البته گاهی فشار احساسی و عاطفی که در اثر کشته شدن یک مادر مثلا وارد میشه خیلی بیشتره، اما مسئله این است که دیه اساساً برای جبران کردن خسارت احساسی یا عاطفی یا معنوی نیست، بلکه دیه موضوعش موضوع اقتصادی است. برای همین است که پول میدن، یعنی دیه مبلغی از مال هست و معمولاً نمیتونه خسارت معنوی رو جبران کنه. خسارت معنوی رو راه‌های دیگری هست که مردم باید با دلداری دادن، با حمایت کردن جبران بکنن، جامعه باید جبران بکنه و بخشی از اونم جبران شدنی نیست در این دنیا و خدای متعال هست که در قیامت میتونه عدالت کامل رو برقرار بکنه. در این دنیا قوانین حقوقی و مجازات هایی که هست، یه مجازات هاییست که فقط یه بخشی از خسارت ها رو به صورت محدود جبران میکنه و یکی از هدفهاش بازدارندگی هست که از این به بعد مردم دقت کنن مرتکب قتل عمد یا غیر عمد نشوند. وگرنه قرار نیست در این دنیا عدالت کامل برقرار بشه، چون اصلا ممکن نیست. بنابراین در موضوع دیه اگر میبینیم دیه زن نصف مرد هست، این بحث کارکرد اقتصادی و جایگاه اقتصادی و مسئولیت‌های اقتصادی یک زن هست که نسبت به مرد کمتره و لذا مبلغ کمتری به عنوان دیه یک زن مقرر شده و مسائل معنوی و ارزش انسانی در اینجا مطرح نیست. درباره مردها هم همینطور. الان اگر یک مردی فرض کنید پروفسور باشه، نخبه باشه، چهره ماندگار باشه، برنده جایزه نوبل باشه، از نظر علمی، از نظر خدمات بسیار مرد بزرگی باشه و این کشته بشه، قتل غیر عمد، و وقت یه آقایی هم باشه که در چنین رتبه‌ای نباشه، یه آدم عادی باشه، او هم کشته بشه، دیه هر دو نفر یکسان.
چرا؟ به خاطر اینکه دیه اساساً برای ارزش‌گذاری انسانی و معنوی معین نشده. مقصود از دیه فقط میانگین خسارت اقتصادی است که در جامعه در اثر کشته شدن یک مرد به جامعه زده میشه. Straight away TV youtube.com/straightawaytv aparrot.com/rocorast